بیننده های عزیز تلویزیون یک سلام بر شما. من سمیع مهدی هستم و برنامه مناظره کابل امشب را گردانندگی میکنم. شاید نخستین بار باشد در تاریخ افغانستان که قبل از اتمام دوره کاری یک زمامدار در مورد دوره پس از اتمام کارش صحبت میشه. گروه کاری مناظره کابل بایی باور بود که برخلاف دیدگاه هم که باید در مورد مسائل روز صحبت شود، در مورد آینده باید بحث برگزار شود و در مورد افغانستان پس از ریاست جمهوری آقای حامد کرزیانی پس از سال 1393 که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده صحبت شود. حامد کرزی پس از محمد ظاهرشاه فقید طولانی ترین دوره کاری را در تاریخ معاصر افغانستان داشته. حال باید در مورد دستاوردها و شکستها و ضعفهای این دوره طولانی کاری آقای حامد کرزی صحبت شوه و میراثی که ایشان بر دوره بعد از خود میگذارند. مهمانان ما در این بحث آقای انوارالحق احدی وزیر تجارت افغانستان، آقای امرالله صالح وزیر رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و یکی از منتقدین فعلی نظام، آقای سلیمان لایق وزیر پیشین اقوام و قبایل در رژیم دکتر نجیب الله، آقای وحید عمر سخنگوی پیشین رئیس جمهور که در یک دوره حساس مسئولیت سخنگوی کمپاینشان و دوره ریاست جمهوری آقای حامد کرزی را به دوش داشتند، و همچنان آقای محمود سیقل معین پیشین وزارت خارجه افغانستان هستند و در جمع بیش از 100 نفر از هموطنان ما این بحث ما برگزار کردیم. همه خوش آمدید. دوستای عزیز، نخست از شما تقاضا داریم که بسته تصویری و معلوماتی که آماده شده شما با ما ببینین. حامد کرزی پسر عبدالاحد خان کرزی از سران قوم پوپل زاید، کسی که پس از نشست بن به گونه وسیع توجه مردم افغانستان و جهان را به خود جلب کرد. گرچه او برنده انتخابات برای ریاست اداره موقت نبود، اما به حیث رئیس این اداره در 22 دسامبر سال 2001 میلادی حلف وفاداری یاد کرد و فصل تازه‌ای از تاریخ افغانستان آغاز شد. البته این نخستین انتقال مسالمت آمیز قدرت در تاریخ معاصر افغانستان بود. در لویه جرگه اصراری نیز به حیث رئیس دولت انتقال اسلامی افغانستان انتخاب شد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی برای 5 سال دیگر به عنوان رئیس جمهوری افغانستان برگزیده شد. در این دوران سخنرانی های مردم پسند رئیس جمهور کرزی، گشایش مکتب ها بر روی پسران و دختران، حمایت او از دسترسی مردم به خدمات مخابراتی، رسانه های آزاد و بازسازی و نوسازی جاده ها و شاره ها، او را تبدیل به یک چهره کرده بود که ظاهرا مردم او را نسبت به سایر رهبران آزمایش شده ترجیح می دادند. با خدا چه سول در تره نولم، با خدا چه امن در تره نولم، با خدا چه ترکی در تره نولم، ریخ و کران کرده. اما دیری نگذشت که طالبان دوباره قد علم کردن و جنگ های پراگنده در نقاط مختلف افغانستان آغاز شد. حملات انتحاری رو به فیزونی نهاد و تلفات ملکی افزایش یافت. خلای ناشی از فساد و بی‌اعتمادی میان حکومت و مردم عمیق‌تر می شد و گاهی هم رئیس جمهور کرزی لقب رئیس جمهور محصور در ارگ را به خود گرفت. در این زمان افغانستان یک از 3 حکومت فاسد جهان شمرده می شد. خانواده و اطرافیان نزدیک حامد کرزی و سایر مقامات بلندرتبه به فساد های بزرگ مالی و اداری متهم شدند. اما آنچه مردم را نسبت به حکومت رئیس جمهور کرزی و وعده های او بی باور ساخته بود، محاکمه نشدن هیچ یک از فساد پیشه های ارشد بود. همه این عوامل سبب شد تا محبوبیت رئیس جمهور کرزی نزد مردم کم شود و او نتوانست آنگونه که انتظارش را داشت در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی رأی لازم برای پیروز شدن را به دست بیاورد و انتخابات میان رئیس جمهور کرزی و رقیبش دکتر عبدالله به دوره دوم رفت. اما اعلام عدم شرکت توسط دکتر عبدالله در دوره دوم انتخابات سبب شد تا حامد کرزی پیروز اعلام شود. افزایش سرسام‌آور رسانه‌های آزاد و خصوصی، آزادی بیان، بازسازی جاده‌های مهم اما با کیفیت پایین، سهولت‌های مخابراتی و تکنولوژی و فراهم‌سازی فرصت مکتب برای بیش از 8 میلیون کودک از بزرگترین تحولات مثبت در دوره زمامداری حامد کرزی به حساب می‌روند. اما فساد گسترده و عمیق، عدم تشکیل احزاب بزرگ ملی و پایبندی به اصل خویشاوندپرستی سبب شد که نهادهایی که در جریان 11 سال گذشته شکل گرفتند، بی‌ثبات باشند و بسیاری ها نسبت به آینده نهادها بی‌باور باشند.
اما افغانستان در سال 1393 بار دیگر شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، انتخاباتی که حامد کرزی دیگر در آن قانونا حق شرکت را نخواهد داشت. حامد کرزی بعد از محمد ظاهر شاه یگانه رئیس جمهوری است که بیش از یک دهه زمام امور افغانستان را به دست داشته است. در این حال پرسش اینجاست که تاریخ حامد کرزی را چگونه به خاطر می‌سپارد و بزرگترین میراث حامد کرزی برای افغانستان چیست؟ دموکراسی و بازسازی، فساد و تشدید قومگرایی، احیای طالبان و افزایش ناامنی. شما بیننده مناظره کابل به گونه زنده از تلویزیون یک هستین. همان گونه که دیدین، پرسش محوری یا اصلی برنامه مناظره کابلی است که بزرگترین میراث حامد کرزی بر افغانستان چیست و سه گزینه در برابر این پرسش مطرح است. گزینه اول دموکراسی و بازسازی، گزینه دوم فساد و قومگرایی، گزینه سوم احیای دوباره طالبان و گسترش ناامنی. اگر شما فکر میکنین گزینه اول یعنی فساد، دموکراسی و بازسازی درست است، به مینوی مسیج موبایلتان میرین، ای نوشته میکنین و به شماره 729 میفرستین. اگر احساس میکنین که گزینه دوم درست است، باز هم به مینوی مسیج موبایل رفته، بی نوشته میکنین و به 729 میفرستین. و اگر احساس میکنین که گزینه سوم یا احیای دوباره طالبان و گسترش ناامنی از نظر شما درست است، سی می نویسین و به همان شماره میفرستین. البته این خدمات از طرف شرکت مخابراتی پیوست فراهم شده و شما میتونین با استفاده از موبایل هایتان رای بتین و رایگان است این خدمات. باز هم مهمانای عزیز خوش آمدین. من بحث با سوال از آقای احدی شروع میکنم. آقای احدی، مهمترین دستاورد آقای حامد کرزی در 10 سال گذشته چی بوده و به نظر شما تاریخ حامد کرزی را چگونه به خاطر میسپاره؟ بقیه مهمترین دستاورد این دوره ایست که حکومت یا دولت افغانستان در واقعیت سقوط کرده بود. با شروع دوره آقای حامد کرزی ما فعلا یک دولت داریم. این دولت نارسایی‌های داره، ولی در عین حال شکر خدا که ما بالاخره یک دولت داریم. من فکر میکنم که به ارتباط ای که میراث اونا چی خواهد بود، یعنی به تنهایی ما یکی از این را قبول کرده نمیتونیم که اگه بگیم تنها دموکراسی است یا تنها فساد اداری است یا تنها من فکر میکنم که بقتی خود ما مبارزترین شاخص این دوره ای است که در آن واحد در این دوره کوشش شده که هم دولت ساخته شود، هم ملت ساخته شود، هم اقتصاد ساخته شود و هم دموکراسی پیاده شود. این مشکل ترین ترکیبی است برای هر رژیم در دنیا. او دوره که ما به نام دوره دولت سازی یاد میکنیم، مشخصات او دوره بسیار فرق داره نسبت به مشخصات دوره که او را ما دموکراسی بگیم. در دوره دولت سازی اکثرا دولت ها از قهر، از اصول، یعنی از وسایل قهر زیادتر استفاده میکنن، ولی در اصول دموکراسی ما زیادتر کوشش میکنیم که مردم از خود بسازیم. به می قسم در دوله دولت سازی شاخصهای دوره دولت سازی بسیار فرق داره نسبت به شاخصهای دوره ملت سازی. خب افغانستان طور حالت آمد که تجاربی که ما پیش در قسمت دولت سازی داشتیم، در قسمت ملت سازی داشتیم، در قسمت دموکراسی داشتیم، متاسفانه در نتیجه 20 سال جنگ همه اینها به صفر تبدیل شد. پس به باور شما ببخشید و به اساس، یعنی برای ما کلانترین میراث یا بگویم نقطه عمده است که در این دوره کوشش شده که به 4 ضرورت عمده وقت با وجودی که بسیار مشکل است که ترکیب، یعنی که یک جا بسازیم، این دولت کوشش کرد که هم دولت بسازه، هم تا اندازه ملت بسازه و هم تا اندازه دموکراسی را پیاده کنه و تا اندازه اقتصاد بسازه. ولی طبعا در هر ساحه یعنی ناکامی هم داره و کامیابی هم داره. آقای صالح، به باور شما تاریخ کرزی آقای حامد کرزی چگونه به خاطر می‌سپاره و اگر شما شکست ها و دستاورد های حکومت آقای کرزی دستبندی کنین چگونه دستبندی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما با یک قسمت از صحبت های جناب حدیث موافق هستم. چیزی را که می خواهم علاوه کنم به حرف های از اونا، آقای حامد کرزی به حیث یک آدم که تانستن در حول اجماع ملی را نه تنها تامین کنه که به خاطر ساختن یک دولت تا یک قسمت را هم به وجود آوردن. دستاورد دومشانی بود که در سقوط طالبان در افغانستان عملا قدرت به جزایر تقسیم شده بود
و اینا تانستند بدون استفاده از خشونت ولی با استفاده از ابزار نرم جزایر قدرت از بین ببرن و یک دولت مرکزی را شالیدش و بنیادش به وجود بیارن. یعنی ما یک حامد کرزای داریم که مردم از تشنگی و یک کسی که بتانه اتصال همه را به وجود بیاره در کنار از اینا جمع شدن. مردم از گروه بازی خسته بودن و تشنه ازی بودن که کسی پیدا شوش نقش میانجی را داشته باشه و شخصیت مصلحتی باشه. شما باید داشته باشین که تاریخ قضاوت خود کرده آقای رئیس جمهور ما باعث شخصیت مصلحتی در صحنه آمدن، نه باعث یک شخصیت قوی با بیس قوی سیاسی. ولی بعدها اینا به خاطر تداوم خود در قدرت همون نظام یا دولت را که نوپا بود و نهادهای را که هنوز دیگه زیاد قوت نگرفته بود به عوض تقویت در دوره دوم ریاست جمهوری خود و اینا با وعده هایی که با شرکا انتخاباتی خود کردن تضعیف کردن. فلحاظا قضاوت تاریخ در ارتباط جناب کرزای صاحب آقای رئیس جمهور یک قضاوت مخلوط است. اینا از دوره اول که آمدن تا امروز یک استقامت مشخصی را و ارزش های مشخصی را تعقیب نکردند. گاهی وقت متحدین خود به نام جنگ سالار و مخل امنیت از خود دور کردند و گاهی هم به خاطر تداوم خود در قدرت پس متوسل شدند به حمایت امی افراد. شما تصویر را که پخش کردین در کنار آقای کرزای شخصیت هایی بودن که اونا توان بسیج مردمی داشتن، امروز در کنارشان نیستن. خب این یک روند طبیعی است. اما شخصیت ها پیشتر شما از جزایر قدرت بله. صحبت کردین بله. جزایر قدرت تشکیل داده بودن و به گفته شما لازم بود که جزایر قدرت باید از بین میرفت. اونا جز یک توافق بسیار بنیادی با آقای کرزای بودن که در ما بعد انحلال جزایر قدرت باید یک نظام قوی جاگزین شود. آنچه که گلایه وجود داره که نظام قوی را آقای کرزای به خاطر کمپاین انتخاباتی خود در سال 2009 به معامله گذاشتند. تشکر. آقای لایق، به نظر شما بارسترین وجه حکومت حامد کرزای چی بوده و کدام ویژگی های از او را بیشتر تاریخ و خاطر خواهد سپارد؟ مره ببخشین دیگه، اینجا خب مسائل عمده مربوط به این کشور تر همه شما امیدوار هستم که از باز حرفا شما هم نرنجن. این بحثی که اینجا تر شده بسیار مغلق است و به این میمانه که تخم اول به وجود آمده بود یا مرغ. جدا کردن این مرزهای خوبی ها و خرابی ها بسیار دشوار است و ما در مورد ازی که وزن این جوانب منفی اجراءات اداره و کارکردهای کرزای صاحب و جوانب منفی که در دولت ازو بنابر علل مشخص و معلوم با وجود آمده وزن کردن این مشکل است. و دومی که در اینجا دولتی که فعلا وجود داره به همکاری جامعه جهانی به وجود آمده و کمک های به پایانی که به این دولت صورت گرفته، اون آدم چطور میتونه در این خوب و بد ارزیابی کنه؟ اونا هم جوانب کارهای منفی و مثبت چی را بروش تاثیر میگذارن از کرزای صاحب. ولی به هر حال امی امکانات وسیع مادی و اقتصادی و پشتیبانی وسیع نظامی از دولت کرزای صاحب ایتو نشان میده که کرزای صاحب استفاده لازم از این امکانات نتانستن و عوام افغانستان که استی افغانستان سال در بازار در پیش یک دوکاندار پیش یک مغازدار پیش یک بنا وقتی که میشینن همگان از وضع عدم رضایت نشان میتن. بنابر ای که امی کمک ها و امی امکانات وسیع سیاسی نظامی و اقتصادی برای بازسازی فکری ذهنی و اقناع مردم با کار نرفته. چرا عواملی که نتانسته جناب رئیس جمهور از این امکانات وسیع سیاسی و نظامی استفاده کنه چی است؟ من تو فکر میکنم چیزی که ما از جامعه میبرداریم و انعکاس نظریات مردم عام میشنویم و خود ما هم بعضی وقت
مواردی پیدا شده که مراجعه کردیم به یک مقام دولتی، ما براتون بگویم که مخصوصا در امی اداراتی که به مسائل حقوقی و جنایی جامعه می پردازه، چنان بویناک و چنان وحشتناک است که استخوانهای آدم می لرزه. مثلا آدمایی که برای مالکیت خود اسناد داره، قاضی صاحب، سارنوال صاحب، پولیس، که ما امیدوار هستم که کلانای یا سرمان تصمیم نگیره که داد سه چرتی اتویی، امین ها صاف و ساده مثل دوکاندار که ایتان صحبت میکن که اینه قمیتی از تو، اگه ایقا نمیتی. خب نقش حامد کرزایی داری چیز که مقامات منحیص دوکاندار برخورد میکنن؟ امو خلیفه دوم اسلام گپش براتان میگم که گفت که ما در برابر همه شما مسئول هستم، اگه این جمهوری اسلامی است، اما تو که نامش است، لذا رئیس جمهور برای همه حرف ها و خرابی ها در داخل کشور مسئولیت داره. تشکر جناب الله. اونا برای حفظ منافع مردم سوگند یاد کردن و به این بنیاد که من از این بدمه طرفداری این نیستم که به حیث یک آدمی که به اصطلاح به خود بزرگواری قائل است به تمام بزرگان دولتی آدم اهانت کنه یا دشنام بده، این شیوه بدمه میه. لیکن برتان میگم که واقعیت ها را نمیتونه آدم بپوشانه. این دولت با تمام امکاناتی که بوده و با تمام حسن نیتی که داشته، با تمام بیانات خوبی که ما از کرزی صاحب شنیدیم و فکر کردیم که صبح همه چیز تغییر میکنه، مردم قناعت نداره و مردم شاکیست. تشکر جناب لکسیب. آقای عمر، شما مدت با رئیس جمهور از نزدیک کار کردین، بسیار از نزدیک کار کردین، سخنگوی ایشان بودین. حال به نظر شما مهمترین دستاورد رئیس جمهور کرزی چی بوده و بزرگترین اشتباهش شما در چی میدانین؟ تشکر. صحبت از میراث شد، من موافق هستم با بحثایی که درباره دستاوردها شد، نظام و قانون اساسی و انتخابات و مالکیت و اقتصاد و خدماتی که راه شد و آزادی بیان و غیره و غیره، در این حال طبیعی از کاستی ها به نهایت زیاد بود. تا جایی که صحبت از میراث رئیس جمهور است، من فکر میکنم فقط یک بحث علاوه میکنم که بخاطر داشته باشین که یک قسمت زیاد ای که رئیس جمهور افغانستان در 10 سال بعد چی قضاوت در موردش میشه، برمیگرده به ای که در 1.5 سال آینده یا در 2 سال آینده رئیس جمهور افغانستان چی انتخاب های میکنه. این بسیار جدی است، بخاطر داشته باشین که کلانترین بحث برای آینده افغانستانی است که رئیس جمهور افغانستان انتقال قدرت سیاسی را که باید اولین و آخرین بحث باشه در 1 سال آینده، دیگر هیچ چیزی فرصت برای هیچ چیز دیگه وجود نداره الا زمینه سازی برای انتقال قدرت، مسالمت آمیز قدرت. یک قسمت کلان مشروعیت و عدم مشروعیت رئیس جمهور فعلی افغانستان برمیگرده به این که چگونه مدیریت میکنه رئیس جمهور افغانستان 1 سال آینده، 1.5 سال آینده یا 2 سال آینده افغانستان. من فکر میکنم که اگر رئیس جمهور افغانستان 1.5 سال آینده را درست مدیریت بکنه، یک قسمت زیاد بحث هایی که در مورد 10 سال گذشته هم شده ممکن به حافظه تاریخی او قدر زیاد مهم نباشه. مشروعیت حکومت آینده افغانستان رئیس جمهور فعلی افغانستان مشروعیت میده، مشروعیت انتخابات آینده افغانستان رئیس جمهور فعلی مشروعیت میده. ما فکر میکنم رئیس جمهور افغانستان هنوزم فرصت داره که به عنوان یک رهبر در افغانستان با میراث خوب باقی بمانه اگر 1.5 سال آینده را. خب شما فکر میکنید که اگر 1.5 سال آینده را خوب ببینید، آقای عمر، شما میگین که اگر 1.5 سال آینده خوب مدیریت شوه، بالای اشتباهات گذشته هم تقریبا خاک انداخته میشه. اما سوال من این بود که تمامش نه، منتها یک قسمت اشتباهات مهمترین اشتباه که از طرف اداره رئیس جمهور صورت گرفته و شما نزدیک بودن بهشون، به باور شما چی بوده؟ این به دو قسمت تقسیم میشه. یکی از سال 2001 تا سال 2004 که رئیس جمهور افغانستان به عنوان اولین آخرین تصمیم گرنده در افغانستان مطرح نبود، یک رئیس جمهوری که بسیار صلاحیت های تصمیم گیری زیاد نداشت. یک قسمت بعدیش بعد از انتخابات 2004 تا 2008 است. این دوره هم من فکر میکنم که دستاوردها نسبت به اشتباهات یک مقدار بیشتر بود. اما بعد از انتخابات 2009 من فکر میکنم که یک قسمت زیاد تصمیم گیری ها متاسفانه، مثلا
بعد از انتخابات 2009 من فکر میکنم که یک کشمکشی که به وجود آمد، بعضی تئوری های توطئه که به وجود آمد و مشکلاتی که در به وجود آمدن یک دیدگاه در مورد جنگ با طالبا و روابط با همسایه ها، روابط با امریکا و اینا به وجود آمد، این تمامش باعث شد که یک مقدار مثل خود رئیس جمهور گفت که یک حکومت زخمی به وجود آمد که از مشروعیت لازم برخوردار نبود، که تصمیم گیری های کلان را به شکلی که یک حکومت کاملا مشروع باید میگرفتی گفته های خود رئیس جمهور است که کمیسیون انتخابات گفت. من فکر میکنم کشمکش هایی که با وجود آمد، تئوری های توطئه که با وجود آمد، این باعث شد که یک مقدار تصمیم گیری های درست نباشه، اما باز هم این دوره 1.5 سال دیگه داره امکان از این است که تصمیم گیری ها درست شوه. و برداشت شخصی من این است که مشروعیت رئیس جمهور افغانستان و میراثش برمیگرده. تصمیم گیری های درست صورت نگرفت و دیدگاه در مورد تعریف طالبا و برخورد با طالبا تفاوت کرد، اما نگفتیم که چگونه تفاوت کرد و این تصمیم گیری ها چی بودن. تا مردم مثلا یک نقطه عطف انتخابات ریاست جمهوری بود، انتخابات ریاست جمهوری سال 2009، یک قسمت زیاد تصمیم گیری های شما اگر ختمش رئیس جمهور افغانستان بر انتخاب 2009 ببینین، یک قسمت زیاد او وعده ها تا امروز که 3.5 سال از دور دوم ریاست جمهوری رئیس جمهور افغانستان میگذره او عملی نشد، به خاطر از این که در انتخابات 2009 فضای عدم اعتماد به وجود آمد، هم در داخل و هم با بیرونی ها، و یک فضای به وجود آمد که یک قسمت زیاد تصمیم گیری ها بیشتر عکس العملی بود، یک قسمتش احساساتی بود متاسفانه، و یک قسمتش هم از طرف حکومت افغانستان، و یک قسمتش هم بیشتر تصمیم گیری هایی بود که بنابر کشمکش هایی که در انتخابات ریاست جمهوری 2009 به وجود آمده بود بنابر است. تشکر. یعنی توقعی که می رفت متاسفانه او برآورده نشد. تشکر. اما برآورده. تشکر. آقای سیقل، شما سیاست خارجی افغانستان در 10 سال چگونه ارزیابی میکنین اگر یک دید کلی داشته باشیم؟ چون بسیاری ها به این باور هستند که افغانستان ظرف این 10 سال از یک انزوای تلخ چندین دهه بیرون شد، شما چگونه ارزیابی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم و تقدیم سلام به شما ناظرین محترم، مهمانای عزیز. ببینین، ما فکر میکنم که در طول تاریخ کره زمین شاید مبالغه نباشه که بگویم افغانستان یگانه کشوری است که در طول 11 سال گذشته به این پیمانه توجه جهانی بهش صورت گرفته و به این پیمانه امکانات در اختیارش قرار گرفته. فکر میکنم یکی از ویژگی‌های خاص دوره اداره آقای کرزی همین خود بود که اگر شما مقایسه کنین افغانستان امروز قسمی که آقای اهدی میگه به سال صفر، که من فکر میکنم مقایسه کردن غلط است، به این جای شک نیست که ما دستاوردهایی داریم اما اگر مقایسه کنین این دستاورداره با امکاناتی که در اختیار آقای کرزی و ادارهش قرار گرفته، بسیار ناچیز است. یعنی ما کافی دروازه ها را دقل باب نکردیم، کافی استفاده نکردیم. مسئله دیگه که مهم است در دنیای امروز، رهبرها را قضاوت به اساس عملکردهای دورانی کاریشون نمیکنن، به اساسی از این میکنن که وقتی کارشون خلاص میشه 5 سال بعد و 10 سال بعد چی تحولاتی در این کشور آمده میایه. من فکر میکنم یک وقت خوب در مورد قضاوت در مورد آقای کرزی شاید سال 2020 باشه. چیزی که آقای کرزی میراث میمانه، نتایج از این در چند سال بعدی چی خواهد بود؟ غیر از این ما دوره امان الله خان داریم 10 سال. اگر دوره امان الله خان شما ارزیابی کنین یک دوره بده نبوده، اما ختمش هم میبینیم که به چی میانجامه. مسئله دیگه ای است که دستاوردهای ما در تمام ساحات، از ساحات سیاسی گرفته تا امنیتی، تا اقتصادی، تا اجتماعی، تا فرهنگی، تمام شکننده و لرزان معلوم میشه. یعنی در هیچ موردی به خصوصی را، هیچ شاید مبالغه باشه، شاید که حاضرین محترم شاید دیجت جای را پیدا کنن، اما من فکر میکنم که در اکثر موارد ثبات ما نمیبینیم، تداوم کاری را نمیبینیم، دستاوردهای قابل ابقار ما نمیبینیم، تشویش بسیار بزرگ همی است فعلا. من با آقای عمر موافق هستم که البته تا اندازه ای را 11 سال کار رئیس جمهور و اداریش یک طرف، انتقال قدرت فوق العاده مهم است که چطور به شکل مسالمت‌آمیزی صورت میگیره، چطور در چارچوب یک دموکراسی سالم ای صورت میگیره، چطور این انتقال قدرت قانونمند میباشه و چطور
نتیجه یک انتخابات سالم مورد پذیرش مردم افغانستان و جهان می باشد. این ما فکر میکنیم اگر اولویت ها را ما درجه بندی کنیم، اولویت درجه اول باقی مانده رئیس جمهور و اداره شمی است. امیدوار هستم که از فرمان گپا بگذره رئیس جمهور و جدی توجه کنه که در سال 2014 انتقال قدرت چطور قانونمند باشه، چطور سالم باشه، مسالمت آمیز باشه، یک گامی باشه در جهت ابقای دموکراسی در افغانستان. تشکر آقای سیقل. بیننده های عزیز، شما میتونین با استفاده از تلفن هایتان رای بتین و همچنان نظرتان در جریان همین برنامه مناظره کابل میتونه به صورت زنده نشر شوه. اگر شما به مینوی مسیج موبایلتان برین KDL بنویسین فاصله و پیامتان یا پاسختان به می سوال محوری برنامه بنویسین و به شماره 729 بفرستین. تا فعلا رأی که آمده، همکارای بخش تکنیکی ما به ما گفتن 29% مردم به گزینه A یا دموکراسی و بازسازی به عنوان میراث بزرگترین میراث آقای کرزی رأی دادن، 46% به گزینه دوم یعنی فساد و قومگرایی رای دادن و 25% هم به گزینه سوم رای دادن. بینید عزیز، پس از یک وقفه کوتاه این بحث را دنبال میکنیم.